برنامه درس زندگی خوش اومدید. امروز با مهمون عزیزمون کامران جان در خدمت شما هستیم و کامران جان اینقدر پیغامای شیرین ولی قوی داره که من هر موقع باش میشینم خودم ازش برکت میگیرم و ایمان دارم شما هم از این برنامه برکت خواهید گرفت. این نیم ساعت رو با ما باشید، با دقت گوش کنید، از توش میوه های خوشمزه بچینید، اونایی که میخواید استفاده کنید تو زندگیتون، چون به درد میخوره و دلیلش هم اینه که از ما نیست، از کتاب مقدس، از خود خداست و اگر از اون چه که از خداست بپذیری 100% تو زندگیت ثمرات نیکو میاره. خیلی خوشحالم امروز هم با هم هستیم. قربون شما، خیلی ممنون، مرسی. خدا شکر. میخوام راجع به تبدیل عوض شدن صحبت بکنیم، راجع به انقلاب. انقلاب ما خیلی تو برای ایران انقلاب میخوایم که ایران عوض شه، ولی کمتر برای خودمون انقلاب میخوایم که بگم من عوض شم. همش میخوایم انقلاب بیرونی باشه، حتی تو خانواده هم میگیم میخوایم این خانواده رو عوض کنیم، بیشتر اینه که بچه‌هام عوض شن، همسرم عوض شه. کمتر برمیگردیم میگیم من احتیاج به انقلاب دارم، یعنی باید یه چیزی در قلب من زیر و رو بشه. و یه چیزی هم میخوام از اینجا شروع کنیم با این سوال. انقلاب، تو هر انقلابی یه پادشاه میره یا یک قدرتی میره یا قدرت دیگه میاد، دیگه انقلاب اینه، شروع انقلاب خواستنه، ولی بعد یه چیزی میشه، یه تغییراتی، اینه که کی سلطانه، کی سلطنت میکنه، کی کنترل میکنه و وجود میاد. حالا اگه ما بخوایم انقلاب روحانی بکنیم یا انقلاب قلبی و شخصی بکنیم، چی باید بره، چی باید بیاد؟ ما از همون قدیمم که من خب ایران بودم، مسلمان بودم، میشنیدیم. خب این حرف جدیدی نیست که انقلاب با داخلی باشه، این حرفو فقط ما مسیحا نگفتیم، از قدیمم بود. حتی تو امریکا کسایی که خدا رو هم قبول ندارن میگن جامعه رو میخوای عوض کنی، خودت عوض شو. ما از قدیم این تو ذهن من بود، ولی هر وقت این حرفو میشنیدم میترسیدم، میگفتم آخ آخ آخ، من که نمیتونم خودم عوض کنم. این بهتره که بتونیم شعار بدیم یه چیز بزرگتر رو عوض کنیم، اونا عوض بشن. من نمیتونم خودم عوض کنم، خیلی سعی کردم. انقلابم همینه دیگه. من واسه اینه که ما نمیتونیم خودمون رو عوض کنیم، میگیم پس بریم رژیم عوض بکنیم. ما مثلا خودمون بچهای خوبی نیستیم، میگیم بابا مامامون خوب نبودن. خودمون مدرسه درس نمیخونیم، میگیم معلمه باید عوض بشه، فلان فلان شده، معلمه خوبی نیست. همه از چیزای دیگه باید عوض بشه. ولی اگه از تو قلبمون بریم بپرسیم، قلبه بهت میگه بابا جان خودت باید عوض بشی. مغزه داد میزنه میگه بابا نکن این کار، من نمیتونم عوض بشم. بله، این ترسه، نمیتونیم. یه چیزیه خیلی ها، مثلا راجب اعتیاد مثلا از صحبت کن، حالا اعتیاد نه، خشم، یه چیزی عصبانی یا این زبان نمیتونی کنترلش کنی، میخوای میگی آخ من باز دوباره اینو گفتم، باز دوباره زخمی کردم، باز دوباره عصبانی شدم، باز دوباره کشیدم. میخوایم عوض شیم ولی نمیتونیم. آره. هر مردی، هر زنی، هر کسی این ترس تو قلبش هست. خیلی آدم کسای دیگر رو حتی میبینه، خودش مقایسه میکنه، بعد ترس میاد فوری تو قلب آدم، میگه تو نمیتونی. بعد راه حل چیه؟ میگه باید بیشتر بترسی. اگر هروئینی هستی باید بیشتر بترسی که نمیتونی ترک بکنی. بله. اگر گناه میکنی از گناه خودت باید بیشتر بترسی. باید از گناهت خجالت بکشی. اگه بیشتر خجالت بکشی، اگه بیشتر بترسی، این کمک بهت میشه. من این چیزا قبلا تو قلب من بود دیگه. یه روزی حس کردم لرد تو دلم، قلب من داغ، گفت هیچ وقت از خجالت استفاده نکن که به من نزدیک بشی. بله. گفتم آه، من فکر کردم که من به تو باید نزدیک بشم، از هر چیزی میتونم استفاده کنم. گفت نه، از شرم و خجالت استفاده نکن. این برای شخصیت من که خودم خوب نیست که بچه‌های من از شرم و خجالت استفاده کنن نزدیک من بشن، اینا رو بنداز دور. من میام تو قلبت، از من کمک بخوا که به من نزدیک بشی. پس انقلاب چجوری داخل آدم به وجود میاد؟ کی بیا پس برم به یکی دیگه بگم تو بیا برای من انقلاب بکن؟ اون که نمیشه. از خدا باید دعوت بکنیم. تو برنامه قبل صحبت کردیم، خدا باید پادشاه قلب ما بشه. اون خدا کوچولوانا، اون خدایی که واقعا خداست، اون خدایی که فروتنه، باید وارد بشه. حتی پادشاه‌های قدیمی هم یه روزی یکی می اومد، خودشون پادشاه بودن دیگه، یکی رو سرشون اون تاج رو میذاشت. هیچ وقت من نشینم یه پادشاهی همه رو دعوت کنه تاج رو بگیره بذاره رو سر خودش. کس دیگه معمولا این طرف خود پادشاه قدرت رو میده، میگه تو این تاج رو بذاره رو سر من. ما هم همینیم، باید بگیم خدایا بیا وارد قلب ما بشو، ما این تاج رو میذاریم رو سرت. خودت میتونی بذاری ولی ما میذاریم. بیا تو قلب ما، سلطان قلب ما بشو،
انقلاب رو شروع کن. امکان نداره ما بتونیم انقلاب بکنیم داخل قلبمون. واسه اینه که دوباره صحبت میکردیم راجع به روحانیون مذهبی ایران، اونایی که خب تو دین اسلام هستن، کسی نمیره روحانی بشه که فقط بخواد ببخشید بره پول ملت رو بخوره یا مثلا پول در بیاره یا بره به یک رتبه‌ای برسه. همه میرن این کارا رو میکنن که چرا؟ دلشون میخواد به خدا نزدیک بشن دیگه، دوست دارن، فکر میکنن خودشون میتونن یه انقلابی داخل خودشون بکنن، خودشون رو تمیز بکنن که خداوند دوستشون بشه. دوستی هم که ما فکر نمیکردیم دوست میشه همقدر که برم تو بهشت. ما راجع به اونا صحبت نمیکنیم، ما راجع به این که خداوند پادشاه میاد وارد قلبت میشه، ولی یکی باید قلبت رو تمیز کنه. کی تمیز میکنه؟ عیسی مسیح قلبت رو تمیز میکنه، خدا میاد. بعد از اون به بعدم مراحل داره، تمام کارا رو خودش نمیکنه. رابطه بین پادشاه و ما ذره ذره به وجود میاد. اولین قدم چیه؟ که ما صدای این پادشاه رو بشنویم. تو این دنیا پادشاه ها چجوری صحبت میکنن؟ ما قدیم شاه ایران بود میومد روی تلویزیون، شاه ایران، حالا هر چیزی. امروز آره، رئیس جمهور یا آیت الله خامنه‌ای یا کسای دیگه، اون رهبرای حکومت چجوری با ملت صحبت میکنن؟ از طریق تلویزیون. ملت باید صداشون رو بشنوند یا روزنامه. ولی پادشاه اصلی قلب ما چجوری با ما صحبت میکنه؟ خودش میاد تو قلب ما. خدا رو شکر یه کتابی هم به ما داد که ما بیراهه نریم. بله. اون کتابه اونجا هست که ببینه این چیزی که من شنیدم بیراهه رفته، ولی خودش میاد صحبت میکنه. دوست با پادشاه میشیم. بله. ببخشید من زیاد صحبت کردم. خیلی قشنگ داری میگی و این چیزیه که همه ما بهش احتیاج داریم. شما به رهبران سیاسی و مذهبی رجوع کردید، اونا هم عزیز خدا هستن، همه ما احتیاج داریم. ولی چیزی که میشه، گاهی ما دنبال مذهب میریم و مذهب درون ما رو عوض نمی کنه. گفتی با نیت خوب، خیلی ها میرن درس و الهیات میخونن، حتی به مقامات بالای اسلام میرسن یا مسیحیت یا هر مذهبی، دلشون درسته، میگه من میخوام به اونجا برسم که هم خدا رو خدمت کنم هم مردم رو. ولی یه چیزی این وسط اتفاق میفته و اون اینه که تو این مسیر تو عوض نمیشی، چون دین درون عوض نمیکنه. برای همین رهبران مذهبی، چه مسیحی چه مسلمون، به بعضیشون نگاه میکنی میبینی ظاهر خوبه ولی درون عوض نشده. درون رو خدا باید عوض کنه، بیرون رو راحت میشه عوض کرد. و میخوام به این برسم که خیلی مواقع هی میبینی درونت عوض میشه، هی بیرون عوض میکنی، درسش هم میخونی، لباسش هم میپوشی، عمامش هم میذاری، صلیبش هم میندازی، اسقف هم میشی، کاردینالش هم میشی. چقدر الان تو کلیسای کاتولیک میبینیم تو این چند سال اخیر بعضی از اون پریستا، کاهنا، اون خادمین کلیسای کاتولیک چقدر چه گناهانی کردن بیرون، چون مذهب درون عوض نمیکنه. بعد هی بیرون عوض میکنی، درون عوض نشده و درون بر همین یه دفعه میبینی این که خدا رو میشناسه چه آدم خشمگینیه، چقدر بیرحمه. آفرین. یه دفعه میزنه بیرون. چیزی که خدا میخواد اینه که درون ما رو عوض کنه تا بیرون. و بعد یه جور حالت تظاهر پیش میاد، آدم از خودش هم ناراحت متنفر میشه، هی بیرونش رو مردم میگن آه چه آدم روحانیه، چه آدم خوبیه، چه خداشناس. درونت میری توی آشغالا داری زندگی میکنی. واقعا. آره. واقعا. یکی از رهبرای مذهبی اومد با مسیح صحبت کرد، نیکودیموس بود. بله. دیگه نبود. آره، نیکودیموس. گفتش که یه خودی سوال کرد ازش، بعد مسیح یه جوابی داد که اصلا به سوالش ربط نداشت. ما معمولا از خدای سوال میکنیم، جواب ما رو یه چیز دیگه میدون، چیزی که ما رو عوض میکنه، چون میخواد ریشه یابی کنه. آفرین. گفت تا تولد تازه پیدا نکنی نمیتونی تو پادشاهی خداوند وارد بشی. خب ما راجع به پادشاهی خدا صحبت کردیم که خدا میشه پادشاه، ولی پادشاهی داره دیگه. بلی. چجوری ما وارد اون پادشاهی میشیم؟ گفت باید دوباره متولد بشی. و اینو یه خورده بعضی ممکنه ندونن، نیکودیموس یک رهبر مذهبی بود، بگیم حالا به زبان امروزی آیت الله. آفرین. در سطح آیت الله بود تو دین خودش، و ولی او به این پی برد که این همه مردم منو تعریف میکنم ولی من هنوز اون نجات رو ندارم، در قلبم حضور خدا رو ندارم. شبانه میره پیش مسیح میگه من باید چیکار کنم؟ آفاین. و مسیح بهش میگه که تولد مذهب تازه. تو باید از روح متولد بشی. انقلاب یعنی تولد،
یعنی آفرین. عوض شدن درون. آفرین. بعد اون بیچاره نمیدونست دیگه، یه دفعه پیش خودش تو ذهنش اومد که من دوباره من برم تو شکم مادرم دوباره بیام بیرون. گفتن تولد آسمانی از جای دیگه میاد، از روح القدس میاد. خب من اولین بار که تو امریکا به من گفتن هولی اسپیریت یعنی روح القدس، اصلا نمیدونستم یعنی چی. گفتم یعنی چی؟ گفتن روح خدا. گفتم تو داری به من میگی مسیحا، گفتن تو داری به من میگی که روح خدا میاد تو تن من، من انسانم. آره من خودم میدونم چقدر آره. اشکالات من دیگه حالا دیگه خیلی، اگر از لطف خدا یه روزی تو بهشت برسیم حالا دیگه خیلیه. اون دیگه اون تمه ها و در وارد بشیم خیلیه، انقدر اماما و پیغمبرا هستن اونجا، شش ستاره اونا، من خدا ما رو یه شکل دیگه میشناختیم. خودش رو که میشناسه دیگه. آفرین. میگه من نیستم. فکر میکردیم خدا رو میشناسیم، خودمون هم میشناختیم. اگه اون خدا بود که صبح تا غروب کشیده میزنه بعد ما رو میگه تو جلو واسا، پس ما مون جلو اون درمر وا میستیم دیگه. اینا دیدم آقا با شجاعت به من میگن روح خدا میاد توی تن تو. گفتم روح خدا میاد توی تن من؟ گفتن آره. که اومد یه روزی، من یادمه ژانویه 21 ژانویه سال 2000 دقیقاً یادمه چه ساعتی، دقیقاً یادمه کجاست، اصلا دقیقاً الان میتونم ببینم روح خدا وارد تنم شد. چرا؟ چون دعا کردم، گفتم مسیح وارد قلب من بشو اگر تو اون کسی که این مسیحی ها میگن هستی، وارد قلب من بشو، من قبول ندارم تو هستی، اگر هستی وارد بشو، من شنیدم تو گناه پاک میکنی. حتی اون لحظه که دعا کردم رفتم کنار واسادم، گفتم نگاه کن به گناهام، بله تا ابد میره، همه رو پاک بکن اگر تو میتونی، من قبول ندارم پاک میکنی. واسه این پادشاهی خداوندم مرحله داره، اول میگه آقا شما پادشاهی، دوم هر پادشاه پادشاهی داره دیگه، چجوری من باید بیام اینجا مثلا میرن کلاب عضو میشن یا جیم عضو میشن، میگن ماهی $50 باید بدی عضو بشی، چجوری عضو پادشاهی خدا میشیم؟ بخشش عیسی مسیح همش هم مجانیه. بعد اون میگه آقا من قربون و صدقت هم میرم، چاکرت هم هستم. میگه خدایا نگو این حرفا رو، بده که نه بده چیه محبت بده، بذار پدرا بگن قربونت برم. آره. قربونت برم یعنی برات بمیرم دیگه. آره دیگه نه نه. میگم پدر زمینی، میگم پدر آسمانی نگه، یعنی اون از ما پدرای زمینی کمتر باشه. آره. من حاضرم واقعا جانم رو برای دخترم بدم که اون سلامتی رو پیدا کنه. حاضرم. و حالا بابای با پدر آسمانی ما از من انسان پایین تر بشه که این کار رو نکنه، تازه اونم میگه من محبتم واقعا. یعنی منطقیش هم نگاه کنی آنچه نیکو در ما هست که خیلی هم کمه، بهترینش و بالاترینش رو خدا داره. آفرین. آره. شما گفتین جون تو برای دخترتون میدین. آره. خدای نکرده الان مثلا شما یه کسی دیگه، یه بابا، من اگه بابا بودم بخوام مثلا ببینم دخترم یا پسرم کلی احتیاج داره، میگم نه آقا من همش دوتا دارم دیگه، من نمیتونم بدم که. یکیش هم داشتیم میدم. آره یکیش هم داشتیم میگودیم، من کلیم هم میدم، قلبم هم میدم، چشم هم میدم، دستم هم میدم. بله. چون اون لیاقت داره؟ نه، چون من دوستش دارم. آفرین. اصلا صحبت لیاقت نیست، صحبت دوست داشتن. واسه اینه که ما تو مسیحا میگن unconditional love، یعنی عشقی که شرطی نداره. بله. به لیاقت اصلا ربط نداره، اصلا لیاقت از در میندازی بیرون وقتی عشق میاد. بله. لیاقت نمیتونه اونجا واسه. بله. سابق به ما گفته اگر لایق با خداوند الهی تو رو لایق کند. بله. الان میگه آقا وقتی من و خدا واسدیم، خدا لیاقت رو اردنگی میزنه میندازی بیرون، میگه بله. اینجایی که من واسدم نمیتونه خجالت باشه، نمیتونه گناه باشه، نمیتونه لیاقت باشه. کسی لیاقتش نه، من دوستت دارم، من خودم هر کاری میخوام بکنم میتونم بکنم، کلیم هم میدم، قلبم هم میدم، کلام خودم رو مثل یک کلیه و قلبی که شما همه داشتین، همه چیتون پوسید داشت، سرطان دیگه، گناه سرطان میاره، همه چی داشت داغون میشد، من تمام همه اینا رو گذاشتم تو کلام خودم. شما کلام خودتو میذاری روی سی دی یا از طریق تلویزیون پخش میکنیم، من همه اینا رو میذارم تو بدن انسان، اونجا برای شما روی صلیب جدا میشه روحش، بعد دوباره همه شما تولد تازه پیدا میکنید. بله همینه. بعد این تولد تازه است که ما احتیاج داریم، این تولد تازه است که قلب و زندگی من و شما رو عوض میکنه. عیسی مسیح اولین چیزی که به ما میده، میگه گناهان تو میبخشم
و بعد زندگی تازه بهت میدم. اینم نیست نه عزیزان، این نیست که حالا بیا انشالله در آینده وردی حالا وضعیت خوب میشه. عزیزان خدا امروز و امشب میخواد ثابت بکنه حرفش حقیقته. آنچه که عزیز ما کامران جان میگه و این کلام میگه مال امروزه، مال آینده نیست که بگی حالا کی اون دنیا رو دیده. نه، مال الانه. الان میتونی تولد تازه پیدا کنی، الان میتونه قلبت، میدونم قلب زخمیه، میدونم قلبت ناامیده، میدونم چی تو قلبهای ما میگذره که از دنیا و از خودمون خسته شدیم، ولی خداوند میگه که من قلبتو عوض میکنم، زخمتو شفا میدم، یه قلب تازه هستم بهت میدم، یک روح تازه بهت میدم. زندگیت که عوض شد اون موقع خانوادت هم عوض میشه، ولی از تو باید شروع بشه. خانواده هم که عوض شد کشورت، جامعت عوض میشه، ولی از تو. تو به دیگران کار نداشته باش، نگو همسرم اینه، دولت اینه، جامعه اینه، مردم اینه. خودت چی هستی؟ خدا من امشب تو رو دوست داره، امشب با تو کار داره و میگه تو بیا تولد تازه رو بگیر. میخوام تولد تازه چی کار کنم؟ مسیح میگه هر که به او ایمان آورد از نو متولد میشود، ردخورم نداره. و همینطور که کامران جان گفت به لیاقت ما نیست. اتفاقا کامران جان کسانی که فکر میکنن لیاقت دارن خدا رد میکنه. آفرین. میگه برو کنار، برو کنار. اگه فکر میکنی لیاقت داری واجد شرط نیستی چون مغروری. انگار داری منو میخری. مثلا میگی من انقدر، ما اینجا مثلا کردیت کارت داریم دیگه، میگی مثلا تو کردیت کارت من مثلا 50000 دلار میتونم خرج بکنم، پس میتونم یه ماشین 50000 دلاری بخرم. اگه کردیت کارتم 200 دلار داشت میتونستم یه چیز 200 دلاری بخرم. انگار ما همه کردیت کارت روحانی داریم، میگیم هی نماز بخونیم، هر چی نماز خوندی میره تو کردیت کارتم دیگه، تو بانکم میره. به یه روزی انقدر وضع مذهبی من خوب میشه، پول مذهبی دارم به خاطر کمک کردم، نماز خوندم، حتی اون ولزالینه که گفتم، من خدا شاهد مسخره نمیکنم، خود منم این کارا رو میکردم. به خاطر این نبود قلبم خراب بود، میگفتم آقا بذار حداقل ما میگفتیم چی بشه، هی خوبی بره تو اون بانک روحانی. اون روز من میتونم که یک صندلی بخرم تو بهشت، ولی خدا میگه آقا با پول و کار خودت صندلی اینجا نمیتونی بخری. عشق و محبت منه. واسه اینه که شما گفتین که فرمودین لیاقت نیست، خدای کلی اون اگه فکر میکنه لیاقت داری، داری میگه خدای من تو رو با پول میخرم دیگه. بله. مثل اینکه یکی به در خونه من در بزنه بگه آقا من به 50000 دلار میدم خانومت بیاد برای من غذا بپزه، من امشب بیام خونتون. میگم آقا تو چی کاری که داری با پول منو میخری؟ اگر رفیق منی بیا احترام بذار، خانومم برات غذا میپزه، منم اونجا هستم به عنوان رفیق. تو داری به من میگی من بهت پول میدم که بیام تو خونت؟ بله. به ما بر میخوره. خدا هم همینه دیگه. و یه طرف دیگه شم من گاهی با عزیزانم صحبت میکنم یا کردم، بعد از این همه راجع محبت خدا، راجع به نجات مسیح، تولد تازه میاد، آرامش میده، شادی میده، محبت میده، شفا میاره، همه اینا صحبت میکنم، بعد آخرش طرف میگه حالا برای هر کی که لایق باشه. ای داده ای وای ما این همه داشتیم صحبت میکردیم، این برای نالایقانه، مال توست، برای لیاقتت نیست. تو مغز ما رفت. آره. تو مغز ما رفت. ذره ذره باید پاک بشه اون چیزا. بله. آره. و خداوند برای نالایقان هست. اگر امروز فقط میدونی محبت، شما قشنگ مثال زدید، من و دخترم، محبت به لیاقت نگاه نمیکنه، محبت به خاطر ذات، میگه خدا محبت است، ذاتش محبته، به خاطر ذات محبتش این عمل رو انجام داده. و وقتی که ملای یهود پیش مسیح اومدن، اکثرانشون رد میشدن، نه اینکه مسیح رد کنه، اصلا زده میشدن از مسیح. و بعد اتفاقا گناهکاران، فاحشه ها، دوست ها جذبش میشدن و بعد زندگیشون عوض میشد. و بعد مسیح جمله قشنگی گفت، گفتش که بیماران به طبیب احتیاج دارن، دکتر احتیاج دارن. شما در حقیقت داشتین میگفت شما ملاهای مذهبی فکر میکنید وضعتون خیلی درسته، اصلا نمیای طرف من. این فاحشه میاد زندگیش عوض میشه، پاک میشه، با خدا آشنا میشه، دختر خدا میشه، این وارد بهشت میشه. تو با مذهبت همینجا ایستادی، همینجا هم خواهی بود، وارد بهشت نخواهی شد. و اینو خیلی رک بهشون میگه، بهشون هم بر میخورد. در همین آخرم این ملاهای مذهبی مسیح رو به صلیب کشیدن. آره. بله. چون از نظر خودشون تو بانک روحانی خودشون خیلی پول داشتن. مسیح اومد گفت شما فقیرین. بله. گفتم فلان فلان شدی، تو کی هستی؟ 30 سال سنته. بله. تو نجاری، تو میای به من میگی من فقیرم، من مریضم. میدونی شو یه جا چی گفت؟
یه جا بهشون گفت شما مثل قبرهای آفرین که بو میدین. آره تو قبر قبرهایی که سنگ مرمر روش بیرون بیر داخل آفرش. فاسد بیرونتون قشنگ آفرین تمیز. بر همین قدر ناراحت شدن ما دوباره نمیگیم که آقا ما داریم بر علیه روحانیان داریم صحبت میکنیم، چه مسیحی چه مسلمان، ما خوبیم اونا بدن. ما داریم راجع به حقیقت صحبت میکنیم که بدونیم. هر پدر خوب میاد به بچهش راه و چاه رو نشون میده، میگه پسر جان دختر جان این راهه این چاهه. ما داریم راجع به راه و چاه روحانی صحبت میکنیم. راه روحانی چیه که آقا بدین آقا من با لیاقت نمیتونم بهش برسم. چاه روحانی چیه که اکثر ما میفتیم که من باید لایق باشم به اون برسم، انقدر میتونم تو بانک روحانیم پول داشته باشم که یه روز خدا بگه تو به اندازه کافی تو بانک داری، الان من رو خریدی. بله آفرینا، یه صندلی هم مثلا کنار من خریدی، صندلی خیلی گرون بودا ولی نیست که 80-85 سال انقدر نماز خوندی یا انقدر مسیح یا انقدر مثلا گفتی خدا خداوند یا نمیدونم چیزای دیگه یا انقدر رو زانوت بودی که رازوت زانوت تاول صد و اینجا مارک داری، الان دیگه صندلی رو خریدی. آفرین. بقیه بذار برم ببخشید گمشن بمیرم، ولی تو پس اون خدایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم اون شکلی نیست. خدا محبته. آمین. اصلا آدم راجب اون صحبت میکنه اصلا دلش یه جوری میشه. راجب چاهش، راجب راهش صحبت بکنیم. واسه این مسیح گفت راه منم، راستی منم، زندگی منم. نگو من راه رو نشون میدم، راستی رو بهت نشون میدم، زندگی راه منم. کامی جان میخوام الان بعضیا دارید برنامه رو نگاه میکنید و میگید من این تغییر و تحول رو میخوام، واقعا خسته شدم، از خودم هم خسته شدم، راهی خودم رو دنبال کردم به جایی نرسیدم، زندگی خودم رو دارم نابود میکنم، اطرافیانم از دست من از درد هست، در درد هستن، خانوادم، همسرم، بچه هام، پدرم، مادرم، اگر جوانتر هستید بدتر، جوانای ایرانی بیشتر چشیدید، بیشتر از پدر مادرتون دنیا رو چشیدید، بیشتر و سریعتر، اونا در پیری شما در جوانی فهمیدید این دنیا هیچی نداره، مذهبش رو چشیدید، بی مذهبیش هم چشیدید، پاک بودن و زندگی کردید، روی صحبتم با شما جووناست. خیلی چیزا رو جوانای ایرانی خیلی سرشون میشه چون خیلی چیزهای خوب و بد رو تجربه کردید و به جایی رسیدی که میگی دنیا هیچی نداره. آفرین. پاکی رو دنبال کردم، گناهش هم دنبال کردم، بدنم رو پاک نگه داشتم، بدنم رو در گناه به همه دادم، هر دوتاش پوچ بوده، هر دوتاش منو به آخر خط رسونده، چیزی در این دنیا نیست، پوچی مطلق. و خداوند میگه نه، هست، هست، من هستم، قلب تازه، زندگی تازه هست، دنیا با من برای تو معنی پیدا میکنه، در رابطه با من تو تولد تازه پیدا میکنی. اگر از دنیا، اگر از خودت خسته شدی، اگر میخوای بمیری، خداوند میگه که در خودت بمیر، من میخوام زندگی تازه بهت بدم، میخوام تولد تازه بهت بدم، امشب نوبت توست. هی دیدی دیگران دارن زندگیشون عوض میشه، امشب خداوند میگه امشب نوبت توست، بخوا تا به تو داده بشه. حاضری زندگی گذشتت رو بندازی دور و امشب با خدای عشق و محبت زندگی تازه‌ای شروع کنی؟ میخوای؟ خداوند میگه میخوای، چون انجامش از اوست، به زور تو نیست، به خواست تو ولی هست. خدایی نیست که زور کنه، خداییه که منتظر توست که بله بگی، چون مسیح همه کار رو که لازم بود انجام داد، فقط یه کار انجام نداد، اونم اینه که ما رو زور بکنه که نکرد. اینو این دست منو شست. آیا امشب نوبت توست؟ دعا میکنم بگی امشب دیگه نوبت منه، من این خدای عشق و محبت رو میخوام، من زندگی تازه رو میخوام. میخوام کامران جان عزیزان رو هدایت بکنید برای این تولد تازه، باشون صحبت کن. الان طرف میگه باشه امشب نوبت منه، من میخوام وارد این ملکوت شم. من شنیدم تو ایران خودکشی زیاده، اگه یه پدری ببینه بچهش یا حتی اون دوستاش، یا جوونا خب هنوز پدر مادر نشدن، شما اگه ببینی یه دوستی داره خودش رو کارت میزنه، داره خودش رو کشیده میزنه، خب داره خودش رو میزنه، شما چقدر تو قلبت ناراحت میشی، میگه دوست، ای پسر، ای برادر، ای خواهر، ای دوست من. دوستی خیلی مهمه، حتی که کسایی که خدا رو هم قبول ندارن یا از خدا زده هستن، شما چند تا دوست دارین تو زندگیتون؟ آیا دوست دارین دوستاتون زجر بکشن؟ حتی کسایی که دوست شاید ممکنه اصلا دوست صمیمی هم نداشته باشین، دوست ندارین تو قلبتون که یکی دوست بیاد بهتون بگه من دوست تو هم.
من وقتی میام باهات صحبت میکنم راجع به ناراحتی خودم صحبت نمیکنم. من به عنوان دوست میخوام بهت کمک بکنم. آیا شما همونطوری که بردر هرمز گفت، هرمز جان گفت، دوست دارین خدا رو به عنوان دوست خودتون قبول بکنین؟ این خدایی که ما میگیم خدا پادشاه است، خدایی که همه کارا رو درست میکنه. اول باش دوست بشین، نه اینکه کار شما رو درست بکنه. بگین خداوند من میخوام که از این به بعد صمیمی ترین دوست من بشی. اگر دوستی خودت رو توی زمین فرستادی، اسمش رو گذاشتی عیسی مسیح، حالا اسم عیسی یه چیز دیگه بود، حالا ما به ایرانی میگیم عیسی مسیح، همون اسم خدایی که اومد روی زمین، دوستی خداوند. بگی خدایا اگر اسمش به ایرانی عیسی مسیحه، ما قلبمون رو میدیم به عیسی مسیح دوست. دوستی خداوند اومد روی زمین، گفت بذار من دستت رو فشار بدم. ببخشید خیلی همچین دعای شما هم نباید با کبکبه و دبدبه باشه. به خدایا دوست من بشو. ولی من انقدر رو از حرفای این دو نفر فهمیدم که اگر تو بخوای با من دوستی ایجاد بکنی باید اول من رو پاک بکنی، چون تو ذات خداوند گناه نیست. ما چپ میریم راست میریم گناه میکنیم، تو ذات اون که گناه نیست. خداوندا اگر دوستی من با خودت به نام عیسی مسیح، عیسی دوست، میتونه گناهان من رو همه رو بشوره، همه رو بشور، من قربون عیسی میرم، وارد قلب من بشو. ما یه چیزی دیگه هم میخوایم رو راست بهتون بگیم. ما اینجا نیومدیم وقتمون رو اینقدر صرف بکنیم بغیر مسیحی بکنیم، بگیم خب دیگه بریم این حرفای قشنگ رو بزنیم الان اینا مسیحی بشن. اصلا صحبت این چیزا نیست. شما اگه مسیحی بشی به من خیلی میرسه. فقط مسئله ما زندگی ما رو خودمون رو گذاشتیم رو این. چرا؟ چون خدا زندگی ما رو عوض کرد، ما میخوایم زندگی شما عوض بشه. اصلا مسئله مسیحیت نیست، مسئله مسیحه، مسئله دوستی با خداونده. بگو خداوندا خیلی ممنون که این کار رو برای من کردی، من این هدیه رو امروز قبول میکنم، میذارم تو قلبم. به همین راحتی؟ خب آره دیگه، سخت نباشه نمیشه. هست دیگه. نه، خداوند مثلا مسیح میگه هر که تشنه است نزد من بیاد. همین، تشنه ای؟ بله، بیا نزد من. نه، هر که لایق و تشنه هست. هر که تشنه هست. آمین. عزیزان دعا میکنم این قدم رو برداشتی، امشب نوبت توست و انتظار نداشته باش نور و دیگه زمین لرزه بشه. گاهی هم میشه، گاهی هم یه دفعه خدا یه کارایی هم میکنه، یه دفعه آدمو تکون میده، یه دفعه نور میاد، ولی نورم نیاد. من وقتی ایمان آوردم هیچی هم نیامد، فقط گفتم خداوندو میخوام شد، و بعد دیدم از روز بعد زندگیم عوض شد و رابطم با همسرم، آرامش اومد تو قلبم. مسئله این نمیدونم چیزای احساسی نیست، مسئله ایمانیه که میگید خداوندا میخوام و خداوند بهت میده. امشب نوبت توست و تنها جوابت و تنها چیزی که باید بگی این که بله خداوند میخوامه، میخوام کاری که روی صلیب برای در عیسی مسیح برای من کردی، میخوام، من میخوام تولد تازه پیدا کنم. عیسی مسیح بیا و به من تولد تازه بده. مسیح میگه بخوای تا به شما داده شود. اینو بخوای، امشب زندگی نو شروع میکنی، زندگی گذشتت رو دور میندازی و میگی از امشب با خدای عشق و محبت و با نجات دهنده خودم عیسی مسیح میخوام زندگی تازه ای رو شروع کنم. و او میکنه، تو نمیکنی، او در تو کار تازه ای رو میکنه. این دعا رو کردی امشب؟ نکردی؟ بکن. اگر میخوای زنگ بزنی با مشاورین ما تلفنی صحبت کنی، در خدمت شما هستن. با ما در تماس باشید.